درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان، شرکت اسپیس اکس که در زمینه تأمین اینترنت ماهواره‌ای فعالیت می‌کند و مالک آن ایلان ماسک، میلیاردر معروف و مشهور آمریکایی است، در یک بیانیه در شبکه اجتماعی اکس یا همان توییتر سابق آورده است که کمپانی اسپیس اکس سری جدیدی از ماهواره‌های استارلینک را به فضا پرتاب خواهد کرد که اینترنت آزاد را به ویژه برای کشورهایی که آزادی در آنها محدود شده است مانند ایران فراهم خواهد کرد. در ادامه این خبر، مدیر رسانه‌ای این کمپانی گفته است که اسپیس اکس با اعلام برنامه این نویدبخش قدمی جسورانه در مأموریت خود برای اتصال بیشتر جهانیان به یکدیگر برداشته است. با هدف ارائه دسترسی رایگان به اینترنت برای مردم ایران و با هدف مقابله با سانسور شدید حکومتی، در دورانی که دسترسی آزاد به اطلاعات حقی اساسی محسوب می شود، بسیاری از مردم جهان به ویژه ایرانی ها خود را در مواجهه با محدودیت ها و سانسور شدید دولتی می یابند. این طرح نه تنها با هدف پل زدن بر شکاف دیجیتالی طراحی شده است، بلکه به منظور قدرتمند ساختن افراد برای جستجو، دریافت و بیان آزادانه اطلاعات و ایده ها از طریق هر رسانه ای بدون توجه به مرزها پیش بینی شده است. استقرار ماهواره های استارلینک نشان دهنده تلاشی قابل توجه در زمینه های فناوری و انسان دوستانه است. با بهره گیری از قدرت فناوری پیشرفته ماهواره ای، ما در آستانه دور زدن محدودیت های اینترنتی زمینی هستیم تا پنجره ای جدید به جامعه دیجیتال جهانی برای میلیون ها نفر ارائه دهیم. این طرح تعهد ما را به تضمین دسترسی به اینترنت به عنوان یک امکان اساسی مانند آب یا برق، قابل دسترس برای همه و آزاد از سانسور یا کنترل تأکید می کند. ما به قدرت اطلاعات به عنوان یک کاتالیزور برای تغییر اعتقاد داریم و با ارائه دسترسی به اینترنت بدون سانسور و نظارت به مردم ایران، ما نه تنها آنها را به جهان متصل می کنیم، بلکه درهایی به سوی امکانات نامحدود برای آموزش، نوآوری و آزادی بیان باز می کنیم. این پروژه گواهی بر تعهد ما به ساخت جهانی پیوسته تر و آگاه تر است و به عنوان چراغی امید برای کسانی که خود را در سایه انزوای دیجیتالی یافتند ایستاده است. با ما همراه باشید برای دریافت بروز رسانه های بیشتر همزمان با پیشرفت مأموریت ما و شروع عصر جدید دسترسی به اینترنت. با همکاری یکدیگر می توانیم تاریک ترین گوشه های جهان را با نور دانش و آزادی روشن کنیم. بیایید همچنان به بزرگترین رویاها فکر کنیم، بیوقفه کار کنیم و غیر ممکن ها را ممکن سازیم. گفتنی است که این اقدام اسپیس اکس فرصت های جدیدی در زمینه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بین المللی برای مردم ایران ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل موجب نگرانی دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی شده است. تحلیلگران این حرکت را به عنوان یک گام بزرگ در مبارزه با سانسور و محدودیت‌های دولتی تفسیر می‌کنند و آن را نقطه عطفی در راه ارتقاء آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در سطح جهانی می‌دانند. این طرح علاوه بر اثرات فوری بر زندگی روزمره مردم ایران، می‌تواند الهام بخش کشورها و سازمانهای دیگر برای پیگیری اهداف مشابه در جهت ترویج دسترسی آزاد و جهانی به اینترنت باشد. گفتنی است که این خبر اسپیس اکس در حالی منتشر شد که صفحه رسمی شرکت اسپیس اکس در شبکه اجتماعی اکس در ابتدا پستی منتشر کرد که توسط سرویس دایرکت تو سل ارسال شده است. نزدیک به 2 ماه پیش، یعنی اواخر آذر ماه، اولین ماهواره های استارلینک با قابلیت ارسال پیام به فضا پرتاب شدند. امروز این شرکت موفق شده است در آزمایشاتی دیگر یک پست را با این اینترنت ماهواره‌ای در شبکه اجتماعی اکس منتشر کند و نوید آزادی بیان و آزادی دسترسی به اینترنت را برای ایرانیان به ارمغان بیاورد. سرویس دایرکت تو سل اینترنت ماهواره‌ای را به گوشی‌های عادی می‌آورد و برای استفاده از آن نیازی به تغییر در گوشی ها نخواهد بود. این سرویس ابتدا در سال 2024 میلادی توانایی ارسال پیام های متنی را در اختیار کاربران قرار خواهد داد و از سال 2025 قابلیت اینترنت ماهواره ای را برای گوشی های عادی هم
فراهم خواهد کرد. پیش از این برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای توسط استارلینک، کاربران باید حتما سخت افزار مربوط به این اینترنت ماهواره‌ای را خریداری می‌کردند که دسترسی به آن در ایران با توجه به محدودیت‌های حکومتی بسیار سخت و از طریق قاچاق صورت می‌گرفت. همچنین این سخت افزار بسیار گران قیمت بود و برای دسترسی به اینترنت از طریق آن کاربران می‌بایست حق اشتراک به نسبت گران قیمتی را به صورت ماهانه پرداخت می‌کردند. مراحلی که دسترسی عملی برای اغلب ایرانیان به اینترنت ماهواره استارلینک را بسیار دشوار کرده بود. البته هنوز مشخص نیست که اینترنت ماهواره استارلینک در فرمت جدید آیا برای ایرانیان دسترسی رایگان را فراهم خواهد کرد یا باز هم ایرانیان برای دسترسی به آن نیاز به پرداخت حق اشتراک خواهند بود. با توجه به آنکه شرکت اسپیس اکس گفته است که این اقدام را برای ترویج آزادی بیان در ایران انجام داده است و با توجه به اینکه این شرکت آگاه است که مردم در ایران قابلیت پرداخت حق اشتراک با استفاده از کارت های اعتباری بین المللی را ندارند، بعید به نظر می رسد که این شرکت اگر بخواهد برای ایرانیان دسترسی را فراهم کند نیاز به پرداخت حق اشتراک وجود داشته باشد. اما از طرف دیگر دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم بیکار ننشستند. معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه فضای مجازی که کنترل اینترنت را به دست دارد در یک مصاحبه خبری که با حضور عوامل شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفت گفته است که رایزنی هایی را با شرکت های چینی انجام دادند که اگر شرکت اسپیس اکس بخواهد بدون همکاری با ما و بدون رعایت قوانین در کشور ما اینترنت را بخواهد در ایران فراهم کند، ما بتوانیم این اینترنت را با اخلال مواجه کنیم، چرا که هر شرکتی که بخواهد در محدوده جغرافیای جمهوری اسلامی فعالیت کند باید قطعا مجوزها و استانداردهای لازم را دریافت کند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.